به نام خداوند بخشاینده و مهربان. فیروز احمد امیری هستم، مدرس زبان فرانسوی. در ابتدا تصمیم گرفتیم که به یک کانال یوتیوبی درست کنیم به نام FAM2TV که زیاد دوستا درخواست کردن که اگر ممکنه اگر چیزهایی که یاد داریم به سمع ما هم برسانیم. ما هم خواستیم از این موقعیت استفاده کنیم به چیزهایی که یاد داریم به دوستای خواهم انتقال بدیم. در قدم اول دوستا اگر به کانال FAM2TV نپیوستین لطفا کانال ما رو سابسکرایب کنیم تا درس ها دنبال کنیم. خب لینک تلگرامی رو گذاشتم، فیسبوک رو گذاشتم که دوستا بتانند در دسترس داشته باشم، هم از طریق یوتیوب، هم از طریق تلگرام، هم از طریق فیسبوک. خب دوستای عزیز، درس اول یا ابتدا یا یکم زبان فرانسوی شروع میکنه. ما خب پیش از اینکه ما درس رو شروع کنیم بهتر است که یک معلومات درباره زبان فرانسوی داشته باشین که چی تفاوت‌های داره زبان فرانسوی با زبان دیگر زبان‌ها. خب دوستای عزیز، زبان فرانسوی چندان تفاوت با زبان انگلیسی نداره. زبان فرانسوی بعد از انگلیسی و اسپانیایی از زبان‌های مهم دنیا محسوب میشه. برخی معتقدند حتی بعد از زبان آلمانی در سکوی چهارم ایستاده است. در هر صورت این زبان رسمی 29 کشور جهان بوده و حدودا 130 و شاید بیشتر از او میلیون نفر به این زبان تکلم میکنند. زبان فرانسوی مانند انگلیسی زبانهایی است که ریشه ای در لاتین دارد. این زبان دومین زبان است که به صورت شاخه ای از لاتین جدا شد. با این توضیحات و حروف زبان فرانسوی همانند حروف زبان انگلیسی می باشد با کمترین تغییرات. خب دوستای عزیز، زبان فرانسوی مثل زبان انگلیسی 26 حروف داره و با کم تغییرات. خب دوستای عزیز، درس یکم الفبای زبان فرانسوی امروز ما می خواهیم یک مرور کنیم. زیاد تغییر تفاوت نداره، ولی اگر کم دقت کنین متوجه میشین. خب شروع میکنیم. البته اینا به صورت حروف کوچک نوشته شده، اگر دوستان تمایل داشته باشن میتونن حروف بزرگرم از درس های دیگه نگاه کنن. خب شروع میکنیم. خب اولین چیزی که متوجه میشین در زبان فرانسوی که ما میگفتیم به زبان انگلیسی ای، ولی به فرانسوی میگیم ا. و ما حروف ها رنگ میکنم تا شما متوجه شیم کدو حروف تفاوت زیاد داره با حروف انگلیسی. ا ب س د. خب تکرار میکنیم تا د. ا ب س د. خب حرف دیگر به نام ا که این هم به انگلیسی میگفتین ای، ولی به فرانسوی میگیم ا. باید زیاد دقت کنین در این چند حروف که متفاوت تر از حروف انگلیسی ها. اف جی اش. خب جالب اینجاست که در زبان انگلیسی ما میگیم اچ، ولی به زبان فرانسوی میگیم اش. و این حروف اش که هست خوانده نمیشه در بین جملات، فقط جملات هر همراهی میکنه. خب ایرم رنگ میکنیم که دوستا بهتر متوجه شن. اش ای ای. از بین دو دندان میکشن صدا را ای.
ج ج ك ال ام ان. خب اوی که ما به انگلیسی میگیم تا اوی که به فرانسوی میگیم بسیار فرق داره. به فرانسوی میگیم او، دهان رو گرد میکنه موقع که میگیم او. او او پ کو. خب چیز جالب هست، میرسیم به در قسمت ایغ یا آر که به فرانسوی میگیم. ای کلن در زبان فرانسوی آر وجود نداره، میگن ایغ ایغ اس تی. خب در قسمت زبان فرانسوی چند حروف که خیلی باید به دقت گفته شد، چون که اگر به دقت گفته نشه کلن جمله تغییر میکنه، ممکنه کسی نفهمه شما چی میگین. ای در قسمت یو که به فرانسوی به انگلیسی میگیم، در فرانسوی میگیم ای. و دبلو اکس ایگرگ در انگلیسی میگیم وای، ولی در فرانسوی میگیم ایگرگ و زد. خب دوستا یک بار دیگه من حروفا مرور میکنم و شما هم از دنبال من ادا کنین. ا ب س د او او اف جی اش ای ج ک ال ام ان او پی کو ار ار اس تی ای و دبلو اکس ایگرگ زد. خب دوستای عزیز، انشالله که شما از دنبال من مرور کرده باشیم. خب زبان فرانسوی معمولا با زبان فرانسوی تفاوت های خاصی دارد، اما در بخش ادا کردن حروف و همچنین در بخش نوشتاری او. خب چند چیزی که من علامت زرد گذاشتم اینا، اگر شما درست ادا کنین انشالله در پایه و اصل زبان فرانسوی به درد شما میخوره که باید همیشه اینا رو به صورت درست ادا کنن. خب ما همچنین حروف زیر به زبان فارسی هم نوشته کردم که دوستان میتونن بعضی جاها مشکل دارن، میتونن نگاه کنن یا بنویسن. خب دوستای عزیز، خیلی خرسندم که این ویدیو رو به سمع شما رساندم. امیدوارم در هر جایی که هستین شاد و کامگار و موفق باشین. منتظر درس دوم ما باشین. یاد شما نره کانال ما سابسکرایب کنین، کانال یوتیوبی FAM دو تیوی. موفق و سرحال باشین. خداوند یار و نگهدار شما.